به نام خدا عرض سلام و وقت بخیر به قسمت دوم یعنی در از فیلم دوم فیزیک قسمت دوم قانون کلون هست در این فیلم نیروی کلونی را در حالت مقایسه ای مورد بحث و بررسی قرار میدیم بسیار قشنگ یاد میگیریم و در کنارش دو تا تست کنکور سراسری را با هم حل می کنیم که ببینیم اصولش به چه صورتی خواهد بود لطفا کانال را همراهی بفرمایید لایک کردن و کامنت دادن یادتون نره ممنون و متشکر میشم همراهی شما موجب دلگرمی بنده خواهد بود بریم ببینیم که در حالت مقایسه نیروهای کلونی را باید چیکار کنیم ما فهمیدیم که اگر فیلم یک را که باید حتما دیده باشی F مساوی است با K Q1 Q2 بر روی چی R2 از این فهمیدیم که نیروی کلونی بین دو ذره باردار متناسب است با چی؟ بارهای q 1 قدر مطلقشون بار q 2 و همچنین فاصله به توان دو من میتونم اگر اتفاقی برای بارها بیفته یا کم و زیاد بشن اتفاقی برای فاصله بین دو بار بیفته اینجا رو نگاه کن مثلا نگاه کن بار کیو 1 درسته در فاصله R از بار Q2 قرار دارد خب این فاصله رو من میگیرم R درسته اگر قبول داشته باشی این فاصله وقتی که آر هست بعد وقتی که نیروها را بیرون میکشم درسته خدمتت ارز کنم که اینها یه نیرویی به هم وارد میکنن چون نیروها را بیرون کشیدم از فیلم یک فهمیدی که این دوبار هم نام هستند. حالا نگاه کن این من میگم اینجا ما سه تا پارامتر داریم یعنی چی با پارامترهایی که دارم کیو یک و کیو دو و آر این اسمش میذارم حالت قبل از تغییر اسمش میذارم قبل از تغییر درسته و حالا فرض کن من آر را بیام زیادش کنم اسم اینه میذارم بعد از تغییر این فاصله بشود آر درسته خیلی ساده این دیگه میشود آر پریم یعنی دیگه اون آره نخواهد بود بعد بار دو بار هم مقدارش تغییر کنه مثلا میشه کیو پریم دو این بشود چی کیو پریم یک در این حالت نیروی کلونی را اسمش بذارم F2 در این حالت اسمش بذارم F1 من میتونم این بالا را پاکش میکنم مقایسه مینویسم دیگه یعنی نیرو را در دو حالت که با همدیگه تغییر کردن مورد بحث و بررسی قرار میدیم یعنی چی مینویسیم؟ میگیم F2 بر روی F1 مساوی است با اف دو اینم حالا اینارم رو بذارم اینجا ف... یعنی میگم اف دو هست کیو پریم یک اینجوری میتونم بذارم قدر مطلق هستم بذارم کیو پریم یک بر روی کیو یک درسته ضرب در کیو پریم دو بر روی کیو دو ضرب در آر بر روی حالا با بار رابطه مستقیم داشت F2 این حالت F2 میگیرم Q پریم یک و Q پریم دو رو صورت آوردم F1 اینجا رو نگاه کن F1 با Q1 و Q2 رابطه مستقیم دارد هم روبروی خودش پایین آوردم ولی در مورد نوشتن فاصله ها چون طبق قانون کولون نیروی کولونی بین دو ذره باردار با مجذور فاصله رابطه عکس دارد اون بالا باید بنویسم چی حالا این دیگه براش آر پریم رو بروش ننویسم آر را بالا بنویسم آر پریم را پایین بنویسم ولی به توان دو هم برسونم خب بهترین کار اینه که بیایم الان یک تست کنکور سراسری را من اینجا بنویسم همراه اینکه که من می تا هم یاد داشت برداری کن لطفا نگاه کردن فیلمت به حالت فعال باشه تا خیلی خیلی خوب یاد بگیری مثلا فرض کن گفته دوباره الکتریکی دوباره الکتریکی که مقدارشون هم داده گفته کیو یک هست چقدر هشت میکرو درسته و کیو دو کیو دو را به هم نداده در فاصله آر نیروی اف به هم وارد میکنن نیروی اف به هم وارد میکنن خب بعد حالا ببین چی داره میگه میگه اگر 25 درصد 25 درصد 25 درصد یعنی 25 صدم یعنی 1 چهارم بار کیو یک را الان دیگه دانش آموز زرنگی باشی میفهمیم من چی میگم دیگه 25 درصد 8 میکروکولون یعنی 1 چهارم 8 یعنی میشه 2 میکروکولون بار کیو یک را برداشته قشنگ همین جور که سؤال میخونم میفهمم داره چی میگه و به بار کیو دو بار کیو دو را ندارم ها بار کیو دو اضافه میکنم یعنی در این حالت اگر اولش کیو یک هش میکروکولون این کیو دو نمیدونم چقدره در حالت دوم از اون دو تا کم بشه میشه شیش میکروکولون به کیو پریم میشود چه کیو دو به علاوه دو درسته قبول داری؟ یعنی دو میکروکولون روش اضافه شد اضافه کنیم بعد به من چی میگه؟ میگه بدون تغییر فاصله ها یعنی اون قسمت سوم فرمول که مقایسه آر بر روی آر پریم به توان دویه یک میشه یعنی باید برداری بدون تغییر فاصله ها نیروی متقابل نیروی متقابل یعنی اف پریم نسبت به چی؟ اف پنجاه درصد زیاد میشود یعنی یک و نیم برابر میشه دیگه پنجاه درصد یه چیزی به چیزی زیاد بشه پنجاه درصد زیاد میشود حالا ازت چی میپرسه میگیم مقدار اولیه کیو دو چند میکروکولون است کیو دو چند میکروکولون است من همراه با این که این را می نوشتم توضیح هم برات دادم حالا میام چیکار میکنم میام با همدیگه حلش میکنیم من میام داده ها رو یه بار دیگه بیارم میگم آقا کیو یک هستی هشت میکروکولون درسته کیو دو نمیدونم چقدری که جواب سوال من هستی بعد میگم کیو پریم یک یعنی در حالتی که تغییر داره میکنه هشت منهای یک چهارم ضربه در هشت یعنی درسته یک چهارم ضربه در هشت یعنی هشت چهارم دوتا کم میشه میشه شش میکروکولون درسته؟ خب کیو پریم دو تو چی هستی کیو پریم دو هم میگه من کیو دو بودم حالا برای من دو میکروکولون هم اضافه کردی اف پریم میگه پنجاه درصد زیاد شدم F پریم هم میگه یعنی من یکونیم برابر اف شدم اینو باید دیگه بدونید دیگه پنجاه درصد زیاد شد یعنی یکونیم برابر نسبت به اون خواهد بود حالا چون بدون تغییر فاصله هست یعنی آر تغییر نمی کند بدون تغییر فاصله هست درسته؟ خب چون بدون تغییر فاصله هست یعنی آر از گردونه خارج مقایسه هاش آر از گردونه خارج می شود یعنی وقتی که من دارم میام میگم اف 2 بر روی اف 1 مساوی با کیو پریم یک بر روی کیو یک در کیو پریم دو بر روی کیو دو در آر بر روی آر پریم به توان دو چون این تغییر نکرده یعنی جوابش یکه و اینم ضربه در یک بشه خب یک در عمل ضرب درسته عضو خونساز هیچ تغییری در این ایجاد نمیکنه دیگه درسته یعنی این قسمت کاملا از بین میره حالا با فرض اینکه قدر مطلق رو مثبت بیرون آورده من میتونم اینه مثلا حالا بیام چی اف پریم بذارم حالا به جای اینکه اصلا اف تو بذارم بذارم چی اف پریم خب اف پریم به جاش میذارم یک اف دیگه وقتی جایگذاری کنم بر روی اف میدونی که مساوی خواهد بود کیو پریم یک کیو پریم دو دیگه این کاری ندارد که یک اف یعنی من الان کیو پریم یک من چقدره کیو پریم یک من 6 میکروکولونه درسته ضربه در کیو پریم دوی من چقدر شد شد کیو دو دو تا بهش اضافه شد دیگه از اون یک چهارم برداشتیم آوردیم اینجا درسته بر روی کیو یک چقدر بوده 8 میکروکولون خود کیو یک هم من نمیدونستم چقدره درسته کیو دو هم نمیدونستم چقدر حتما دنبال کیو دو هم دیگه الان اگر زرنگ باشی گوش بده دیگه کاری نخواهد شد مسئله حل شد این اف با این اف خواهد رفت دیگه این ور می شود یک و نیم بر روی این حالا یه نفر زرنگ باشه چی کار میکنه از نظر ریاضی میدونه یک و نیم یعنی سه دوم کارش ساده میکنه خب من میگم اف با اف خدافزی کن کیو دو نمیتونی بزنی اینجا کیو دو علاوه دو یا ها حالا من میام چیکار میکنم میام میگم به جایی کنیم می نویسم سه دوم سه دوم جان مساوی با چی هستی؟ مساوی با اینم ضرب کنم در این شش تا کیو دو به علاوه دوازده بر روی چی هستی؟ هشت تا کیو دو درسته؟ خب خیلی خیلی ساده من یه کار دیگه میتونستم اینجا کنم اصلا نگاه کن اینا رو همه را بیام ساده کنم ببین مخرج ها را میتونی با هم ساده کنی سرم هم صورت هم میتونی ساده کنی یعنی ساده شده این دو با چا... چه... هشت ساده بشه این میشه چهار کیو دو درسته این بشه یک سه با شیش ساده بشه این میشه دو کیو دو اینم سه با بلاوی چهار بشه یعنی چی؟ یعنی اینکه اینها را با هم ساده کنم اینم با این ساده کنم اینم با این ساده کنم یعنی بنویسم چی؟ یعنی بنویسم یک بر روی یک میدونی چرا؟ مساوی است با با میشه دو تا کیو دو میتونستی طرف این, این کنی این کنیم والا من میگم این تکنیک ابتکار دیگه به علاوه خب به سه ساده بشه دوازده شیش به سه ساده شد سه ببین اینجوری شده سه به سه شد یک مرتبه 6 به 3 شد 2 دو مرتبه 12 به 3 میشه 4 تا بس اینجا می نویسم 4 حالا اینم با این ساده کرده بودم میشه 4 تا و از خواهی می کنم 4 تا کیو دو خب این یعنی می نویسم 2 تا کیو دو به علاوه 4 مساوی است با 4 تا کیو دو اینه ببرم اونور می شود علامتش عوض میشه شود 2 تا کیو دو مساوی با 4 میشه کیو دو به دست میاد چقدر 2 میکرو کولون یعنی باید خوب مسئله رو یه بار گوش کردی الان میخوای قشنگ فیزیک یاد بگیری و برات جا بیفته راهش اینه که برگردی چیکار کنی برگردی الان یه نکته دیگه خواهم گفت و بلاوی تست یه بار دیگه اینه بذاره جلو به دستت دوباره حلش کنی به خود توضیح بدی تا جا بیفته بریم یه مسئله دیگه با هم دیگه حلش کنیم اما قبل از اینکه مسئله رو بهت بگم یه نکته بگم این نکته خیلی خیلی مهمه میگه اگر دوباره قشنگ دقت کن مساوی و همنام همنام یعنی هر دو منفی یا هر دو مثبت کیو در فاصله آر از یکدیگر باشند از یکدیگر باشند همنام باشن فاصله مصبت. و به هم نیروی چی وارد کنن؟ F وارد کنن درسته؟ به هم نیروی F وارد کنن مقدار نمیدونم چقدر X کولون از یکی برداشته از یکی از اینها از این بارها به دیگری اضافه کنم چه اتفاقی میفته و به دیگری اضافه کنم تو مسئله میگی دیگه به دیگری اضافه کنم چه اتفاقی میفتد حالا دقت کن میگه یک رابطه عالی به دست میآید یک رابطه عالی که باورت میشه این رابطه عالی همان استفاده از اتحاد مزدوج است که در ریاضی خوندی یعنی استفاده بدون تغییر فاصله البته به شرط بدون تغییر فاصله قشنگ دقت کن را از این بازی ها در میارن دیگه سوال کنکور میدن و یادت باشه مثلا الان بیام اینو تفسیر کنیم میگم آقا بار کیو اینجاست این دوتا با هم دیگه در فاصله آر قرار دارن هر دو چی هن؟ هم نامن. یعنی هر دو مثبت یا منفی هن. خب در حالت دوم فاصله حفظ بشود درسته؟ یعنی آره بمونه حالا چه اتفاقی بیفته؟ این بشود کیو به علاوه ایکس این بشود کیو منهای ایکس یعنی ایکس ها از این برداشتم به این اضافه کردم دیگه از این برداشتم از این برداشتم به این اضافه کردم درسته؟ خب حالا در حالت اول می هست کا من اصلا بنویسم دیگه به قدر مطلقش نذارم ولی بدون که به علامت مثبت به کار میگیری بر روی آر دو خب اف پریم میشه چی اون موقع گوش بده میشود کا در کیوی به علاوه ایکس به یکی اضافه کرد کیوی منهای ایکس خب کیوی به علاوه ایکس کیوی منهای ایکس آیه به علاوه به در آیه منهای ب وقتی که در سال نهم نه میخونی اتحاد مزدوج دیگه بر روی آردو حالا اگر بخوای مقایسه کنی بگی اف پریم بر روی اف میخوای بگی قطعا وقتی که اینها را مینویسی اف پریم اینه بذاری کاها با هم رفتن ببین یادت باشه آردو ها هم رفتن چون خودش میگم اینجا بدون تغییر فاصله بدون تغییر فاصله رابطت میشود کیوی به علاوه ایکس در کیوی منهای ایکس بر روی کیو دو درسته؟ خب بارهای اینجام کیو کیوی که کیو دو با هم برابر بودن دیگه درسته؟ چون اولش گفتم دوباره مساوی کیو یک مساوی و کیو دو مساوی و کیو هستن و همنام خب الان این میشود چی؟ به جای که بنویسم کیو به علاوه ایکس در کیو منهای x میتونم این پاکش کنم نگاه کن یه دفعه بنویسم چی بلدی در ریاضی الحمدلله واردی بنویسم کیو دو منهای ایکس دو بر روی کیو دو خب بهترین کار وقتی که این مطالبه میگم در ادامش حل یه تست کنکور و پایان بردن این فیلم انشالله که لایک دادم و کامنت دادرت یادت نره ممنون میشم که همراهی کنی. خب بیام حالا برات یه سوال قشنگ و زیبایی کنکور با هم دیگه حلش کنیم میگه نیرویی که قشنگ گوش بده دوباره نقطه ای حالا نگاه کن دقیقا داره یک سان مثبت کیو در فاصله آر به هم وارد میکنند به هم وارد میکنن خسته نباشن درسته برابر F مساوی است با 640 نیوتن است برابر با 640 نیوتن است اگر بار دو میکروکولون به اندازه دو میکروکولون از یکی کم کرده و به دیگری اضافه کنیم الان اگر درس نامره گوش دادی منظورش همون X است X چقدر دو میکروکولنه؟ از یکی کم کرده و به دیگری اضافه کنیم نیروی جدید خب بارها تغییر کردن نیروی جدید اف پریم در همان فاصله آر است یعنی آر تغییر نکرد فاصله آر است که برابر خب 600 نیوتونه یعنی نیروی جدید شد 600 نیوتون بار کیو خب یعنی الان اف پریم و داد 600 نیوتون این اف پریم دیگه بار کیو چند میکروکولون است بار کیو چند میکروکولون است دیگه الان اینجا بهترین کار چیه چون اینجا داریم الان سریال پخش نمی که تو ببینی ها سریال جمون که نیست تو باید اینجا متوقف کنی درس نامه رو دادم بیای مسئله رو چیکار کنی حلش کنی وقتی که مسئله رو حل کردی بعد دوباره فیلم را در ادامه ببینی و یاد بگیری و حتما لایک کامنت هم در آخرش فراموش نکنی ممنونم ازت خب من میدونم که وقتی کیمی که دوبار یکسانن فاصله هم تغییر نکرده و همنامن گفته مثبت کیو درسته میگم کیو2 منهای ایکس2 بر روی کیو2 خیلی قشنگه اف پریم 600 خب اف چقدر بود 640 مساوی است با کیو2 اندازه ایکس من چقدر بود x من دو میکرو بود یعنی منهای x2 یعنی منهای چهار بر روی q تمام حل شد دیگه خب الان بهترین کار اینه اینجا نیای 600 ضرب در q2 کنی این کارت نکن تا میتونی اینا رو س... چیکار کن سادش کن تا میتونی سادش باید کنی وقتی بخوایم اینا رو ساده کنیم 600 بر روی 640 رو در نهایت میشود 15 16 هم. حالا دو تا دو تا بیا به پنج سادهشون کن خیلی ساده هست کار سختی نخواهد بود میتونی بیای پایین و این کار انجام بدی اما 15 16 هم مساوی است با کیو دو منهای چهار بر روی کیو 2 حالا باید طرف این وسط این بزنم یعنی اینکه اینه در این ضرب کنم این را هم در این ضرب کنم یک معادله بسازم یعنی 16 کیو 2 منهای 16 را ضرب در منهای 4 کنم منهای 64 مساوی با 15 کیو دو این دیگه کار سختی نخواهد بود من میام چیکار میکنم اینجا اینه میارم این ور اینه میبرم اونور یعنی 16 کیو دو منهای 15 کیو دو مساوی با 64 درسته؟ بعد از اینجا میگم کیو دو مساوی با چندی 64 کیو مساوی است به علاوه منهای 8 میکروکولون ولی چی گفتم من گفتم بار چی اگر تو مثلا مثبت میکرو مثبت کیو در نتیجه کیو مساوی است با مثبت 8 میکروکولون مورد قبول هست بس یادمون باشه چنین چیزهایی را دیدیم که اصلا تا میتونیم سادش کنیم متشکر از نگاه شما متشکر از همراهی شما و متشکر از لایک و کامنت شما دست گل درد نکنه خداfez تا فیلم بعدی فیلم سوم